أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خانواده شریف و مسلمان افغانستان، خواران برادران گران قدر، جوانان نازنین، ام از دختر و پسر در سر تا سر جهان و افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. افتخار دارم که امروز هم حیات باقی بود که در خدمت شما هستم و از کارکنان تلویزیون آریانا در افغانستان، همکاران بسیار بسیار گران قدر و نازنینم، یک جهان سپاس دارم که مرا در تهیه از این برنامه هر هفته کمک میکنن. این برنامه از ایالات متحده امریکا پیشکش شما میشه و به روزای پنج شنبه در روزای پنج شنبه ساعت 12 در افغانستان و روزای شنبه ساعت 10 صبح و تکرارش یک شنبه 10 صبح در امریکا، اروپا و کانادا پخش میشه. در چندین برنامه از مدنی ساختن جامعه صحبت کرده بودم. باز برام امی سوال از طرف دو سه تا از دوستا مطرح شد که ما باید شروع کنم در تلویزیون دکتر، در برنامه دکتر یونس شو، که چطور ما میتونیم که جامعه را مدنی بسازیم. برای از این که ما میتونیم که شهرها داشته باشیم، فابریکه داشته باشیم، مردم کار داشته باشن، یعنی از نگاه اقتصادی مردم آرام شن، اما اگر که مردم مدنی نشن، این بسیار تأثیرات بسیار بسیار خانمانسوز داره، مثل که ما تا امروز میبینیم که در یک جامعه که مدنی نیست، در وجه تبعیض است، تعصب است، تنگ نظری است، تومت است، بهتان است، تاپه زدن است و امثاله هم که شما زیادتر، خصوصا کسایی که در افغانستان زندگی میکنن، این موضوع را زیادتر میفهمین. ولمدار مدنی ساختن یک جامعه و هم جامعه مثل افغانستان که 99.9% مسلمان داره، هم کار آسان است، هم کار مشکل است. کار آسان به خاطر است که ما هر کدام ما باید از خود شروع کنیم، هر خانواده باید از خود شروع کنه و در پلو از او دولت بعض برنامه ها را روی دست بگیره برای مدنی ساختن جامعه، برای تعلیم و تربیه جامعه. تنها در باسواد ساختن جامعه که هم یک غلط فهمی بسیار کلان است در جامعه، در جوامع رو به انکشاف، که فکر میکنن که اگر جامعه باسواد شوه مشکل از بین میره. ما باسواد داریم اما قوم پرست است، ما باسواد داریم اما زن ستیز است، ما باسواد داریم اما بچه باز است، ما باسواد داریم اما مشروب خور است. پس معلوم است که سواد و تحصیلات عالی ای نتانسته که جوابگوی نیازمندی های امو جامعه باشه. سواد بسیار خوب است، ما باید سواد داشته باشیم. سواد یگانه کمک میکنه که ما میتونیم که بر خود تصمیم بگیریم، یوازی که دیگرها بر ما تصمیم بگیرن در امور سیاسی و در امور اقتصادی و در امور اجتماعی. اما وقتی که یک جامعه مدنی میشه، یک جامعه با اخلاق میشه. پس ما اول باید که تاریخچه از این موضوع را درست بررسی کنیم. وقتی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اجرت کردن از مکه به مدینه، مدینه که امروز نامش مدینه است، در اون وقت نام مدینه یثرب بود، یثرب به ثی یا ثی ری بی یثرب، این شهر نامش یثرب بود. با مجرد که جناب حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم را هجرت میکنن، نام از اینجا مدینه میمونن. از نگاه جامعه شناسی یکی یثرب چی معنا داشت در گذشته و اینا، این بحث جداگانه است، اما از نگاه جامعه شناسی این نام مدینه میشه. مدینه یعنی مدن. تمام کلمات یا واژه های مانند تمدن، مدنیت، مدن از مدینه آمده. همی که مدینه فاضله میگن، یعنی که یک شهر و یک شهر با تمام معنا، یعنی شگوفانی اخلاقی و معنوی و فرهنگی داره. اول چیزی که شما باید بفهمین که نام مدینه را، نام مصر را مدینه میمونه، یعنی شهر. یعنی از نگاه جامعه شناسی وقتی که شما از حالت قومی و قبایلی و سحر و جادو و نیفام تمام چیزهای بد که در یک جامعه جاهلی می باشه، شما حال بر آمدین، حال یک مردم شهری شدین. مردم شهری به حساب
چرا مدینه مهم است؟ مدینه به خاطر از این که در مدینه یکی قانون مطرح است، یکی اخلاق مطرح است. و چیزی که مدینه بر ما نشان میده، یکی قانون است، یکی اخلاق است، یکی حقوق مساوی افراد جامعه است. وقتی شما تاریخ مدینه را مطالعه میکنین، در وقت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شما میبینین که مردم که هجرت میکنن، اینا در اثر هجرت در مدینه از حالتهای قومی و قبایلی کلشان با هم برادر میشن. همی که قرآن میگه انما المؤمنون اخوتن، اینا کلشان با هم برادر میشن و خواهر میشن. یعنی مسلمان ها در دین با هم خواهر و برادر هستن. و بعد از این مدینه مسئله قانون پیشکش میکنه که شما باید با قانون زندگی کنید. لذا یک جامعه مدنی، یک جامعه مدنی با قانون زندگی میکنه، قانون شکنی نمیکنه. حتی که شما برای یک قرص نان در نانوایی استاد میباشین، باید نوبت مراعات کنید، با صف بیستین، نوبت مراعات کنید. یا مثلا یک سینما میرین و بسیار سینما بیروبار است و شما به نوبت استاد میشین، یک مثال بسیار ساده. یا مثلا شهرتان کوشش میکنین که شهرتان معلومدار نظیف نگاه کنین، پاک نگاه کنین. این کلش مفردات یک جامعه مدنی است. اما مهمترین چیزی که در جامعه مدنی است این است که فرهنگ خواری و برادری است. مردم با قانون زندگی میکنن و جامعه مدنی یعنی یک جامعه با قانون و حقوق مساوی مردم مراعات میشه و مردم با قانون زندگی میکنن. یعنی کل مدنی بودن امیز و با فرهنگ، فرهنگ که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، برای که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرهنگ دهنده است. تمام فرهنگ جاهلی عرب تغییر داد و اینا را وقتی که اینا مسلمان شدن فرهنگشون را تغییر داد. مثلا از حالت قومی و قبایلی برآمدن، کلشون با هم برادر شدن و خواهر شدن. سحر و جادو که در خانواده رواج داره، این چیزا در یک جامعه مدنی نیست. و اگه در غرب هم در بعضی کشورها مثل فرانسه است، مانای از نیست که او مدنی است. بلکه جامعه مدنی از خرافات بالکل بدور است. جامعه مدنی از خرافات بالکل بدور است. لذا شما این حال باز از این رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما برای تکامل مکارم اخلاق آمدیم. این بسیار یک حدیث مشهور از این رسول کریم است که ما برای تکامل مکارم اخلاق آمدیم. پس یک جامعه مدنی، یک جامعه مدنی به اساس معلومدار اخلاق می باشه و از اخلاق پیروی می کنه. ما از اخلاق از کی یاد می گیریم؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر خدا بهترین نمونه زندگی است، برای اینکه ما از او پیروی کنیم. و اینالی از کجا شروع میشه؟ این مدنی فهمیدن که هدف از مدینه چیست؟ هدف مدینه یک سطح فرهنگی بالا داشتن، با قانون زندگی کردن و افراد جامعه با هم مساوی می باشن. مثل که در مدینه امطور بود. ایناله پس از کجا شروع میشه؟ ای اساسا از خانواده شروع میشه. و خانواده واحد کوچک اجتماع است. من در گذشتان براتون گفتم، اما در این سریال بر شما باز میگم که خانواده واحد کوچک اجتماع است. و میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، من فرید یونس، گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از ایالات متحده امریکا، این برنامه را بر شما پیشکش میکنم. و موضوع امروز ما امی سریال مدنی بودن جامعه است که من کوشش میکنم که دمی
40 دقیقه که برنامه دوام میکنه خدمت شما پیشکش کنم. اینال در دین مبین اسلام هر کس مسئول اعمال و گفتار و کردار خود است، از نگاه خصوصی و شخصی. و چون که مدینه یک شهر فاضله است و یک شهر با فضیلت است، در اینجا قانون مطرح است. لذا یک کسی که مدنی می باشه، یک آدم مدنی، او از قانون پیروی میکنه. قانونی که به نفع تمام جامعه باشه، قانونی که به نفع تمام افراد جامعه باشه، مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه. که یک قانون می باشه که او به ضد یک اقلیت هاست، اقلیت های غیر مسلمان، برای اینکه در اسلام اکثریت و اقلیت نیست. در اسلام اقلیت اکثریت و اقلیت نیست. در اسلام مسلمان، در جامعه مسلمان، مسلمان و غیر مسلمان است. مسلمان و غیر مسلمان است. اکثریت و اقلیت در کشورهای غربی است، نزدیک در جامعه ما همگی مسلمان است. اگر شیعه است، اگر سنی است، اگر اسماعیلی است، هر کسی که است و هر فقه مذهبی که فقها بعد از رحلت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم عرض اندام کردن، مسائل فقهی بعد از او عرض اندام کرد، مذهب بعد از او عرض اندام کرد، اما کلگی لا اله الا الله محمد رسول الله میگه. لذا ما در جامعه اسلامی، و ما اینه در کتاب Principles of Islamic Sociology، Principles of Islamic Sociology که ما ایره در سال 2011 یک 7 سال پیش نوشته کردیم، بله در سال 2011 ما ایره نوشته کردیم 7 سال پیش، Principles of Islamic Sociology، اساسات جامعه شناسی اسلامی. در این کتاب این موضوع بسیار روشن توضیح شده که در جامعه مسلمان اکثریت و اقلیت نیست که مثلا ما بگوییم که تاجیکا در اقلیت هستن یا ازبکا در اقلیت هستن یا نمیفهم پشتونا در اقلیت هستن. نه، اینجا کلگی مسلمان است، کلگی کلمه گوی است. و ای چیز است که در افغانستان هیچ وقت درست مطرح نشده، در از اینکه ما امروز در سر تحقیقات در یک جامعه مسلمان همگی مسلمان است. کلگی میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. در اینجا در کدام تعبیز و تعصب و نیفهم اقلیت اکثریت نیست. در جامعه مسلمان تنها مسلمان و غیر مسلمان است، که غیر مسلمان هم نظر به قانون جامعه مسلمان در زیر لوای اسلام و در زیر چتر اسلام اونا باید که احساس آرامش کنن، از حقوق و مزایای تمام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشن. برای از اینکه در جامعه مسلمان در قرن 21 میتونه که یک هندو بهترین یک وزیر مخابرات شود، ضرور نیست که من یک مسلمان باشم. مسئله امامت او یک بخش جداگانه دینی است، اما مسائل اداری و ریاست جمهوری و کارهای اداری یک کشور یک بالکل یک بخش جداگانه است. اینه هر کس کلمه میتونه. و این موضوع شما از این برنامه میشنوین. و اینال وقتی که ما این فهمیدیم منشه از این که فهمیدیم که در جامعه مسلمان اکثریت و اقلیت نیست، که مثلا چون شیعه ها در افغانستان 20% هستن و سنی ها 80% یا 75%، ما بگوییم که شیعه ها در اقلیت است. نه، اونا مسلمان هستن، سنی ها مسلمان هستن، هیچ کدام تبعیض باید بینشان نباشه. این حال ای از کجا ای منشأ میگیره؟ ای از یک زندگی مدنی داشتن و یک زندگی با اخلاق، که مثل که گفتم که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما برای تکامل مکارم اخلاق آمدیم. یک زندگی اخلاقی و یک زندگی مدنی و یک زندگی فرهنگی، اخلاقی مدنی فرهنگی که فرهنگش از حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم آمده، اخلاقش از حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم آمده، مدنیتش از حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم آمده، که رفت یثرب مدینه ساخت و گفت ما برای تکامل مکارم اخلاق آمدیم
و بنیانگذار فرهنگ اسلام است. قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما باید که از رسول خدا و مولدان اهل بیتش ما پیروی کنیم که بتانیم که یک زندگی اخلاقی مدنی و فرهنگی داشته باشیم. ای از کجا شروع میشه؟ این معلمدار از خانواده شروع میشه. چرا خانواده؟ خانواده در اسلام مثل دیگه کشورها برعکس کشورها، درستش بگویم برعکس کشورها، خانواده در اسلام واحد کوچک اجتماع است. تمام چیزایی که شما در اجتماع میبینین از نگاه جامعه شناسی، شما این در خانواده میبینین. تمام چیزایی که در اجتماع میبینین این در خانواده. مثلا در اجتماع نفوس است. یک اجتماع نمیباشه تا که در اوجا نفوس نباشه. یک خانواده نفوس داره، مثلا زن و شوهر و دوتا اولاد، این نفوس خانواده است. در اجتماع قانون است. در خانواده هم قانون است. مثلا قرآن میگه که شما عیالتان و خانوادهتان به نماز دعوت کنین و در نماز شکیبا باشین. طور مثال یک قانون است که هر مسلمان، مرد مسلمان و زن مسلمان باید که اقتدا به نماز در داخل خانه کنن و اولاد خود به نماز دعوت کنن، و اگه شوهر در خانه است زن و اولاد خود دعوت کنن، و اگه شوهر نیست مادر اولاد خود به نماز دعوت کنه. این قانون خانواده است. در اجتماع پالیسی است که پالیسی ها نظر به شرایط زمان و مکان اینا تغییر میکنن، پالیسی های مدنی. در خانواده هم پالیسی است یا روش زندگی است. پالیسی یعنی روش مثل روش سیاسی، روش اقتصادی، پالیسی اقتصادی، پالیسی سیاسی. در خانواده هم یک روش است. مثلا شما اولادایتان نو بجه شو که میشه، اولادارم میگین که برو دندانای تا برس کو و لباس خو تا بپوش و نو بجه در جای خوت باش. یک روش خانوادگی، یک خانواده است. یعنی یک پالیسی است. در اجتماع نفوس است. ببخشین، بودجه است. مثلا یک اجتماع بدون یک بودجه او فعال بوده نمیتونه. باید که مامورین دولت و کارخانه ها و اینا معاش بگیرن، حقوق بگیرن، که یک کمپانی باید که به کارکنان خود حقوق بده و اینا، که اونا بتانن که درست زندگی کنن. اینا رو در خانواده هم بودجه است. یک خانواده بدون بودجه او کار نمی کنه، او فانکشنال و عملی نمی باشه. از این خاطر تمام چیزهایی که در خانواده ما میاموزیم، همون چیزها ما در اجتماع داریم و خانواده ما را تربیه میکنه که چطور داخل اجتماع شویم. زیبایی اسلام دمیست که خانواده تربیه. وقتی که در خانواده تبعیض باشه، در اجتماع تبعیض است. وقتی که در خانواده لط و کوب و زدن و کندن باشه، در اجتماع وحشت و دهشت است. وقتی که در خانواده مدنی نشده باشه که به قانون زندگی کنه و به اخلاق زندگی کنه و با فرهنگ محمدی زندگی کنه، در بیرون اونم تو گدوادی هایی که امروز شما میبینین، اونم گدوادی ها در بیرون هم است. پس خانواده بر ما تمام اساره یک زندگی اجتماعی را می آموزانه و از این خاطر است که در اسلام خانواده واحد کوچک اجتماع است. و ما وقتی که مدنی میشیم، در افغانستان همیشه میگن که تربیه مادر و پدر، فلانه بچه فلانی یک تربیه خوب شده، یعنی که از خانواده آموخته، یا تربیه خوب نشده، یعنی که از خانواده نیاموخته. بریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، ما فرید یونس گردانده و تهیه کننده دکتر یونس شو از ایالات متحده امریکا در خدمت شما هستم و
شما تلویزیون آریانا و آریانا نیوز را تماشا میکنین و از همراهی شما تشکر میکنم. ما موضوع مدنی بودن خانواده را، مدنی بودن کشور خود مطرح کردیم. ما چطور میدانیم که یک مردم با اخلاق باشیم؟ ما چطور میدانیم که یک مردم با فرهنگ باشیم؟ یک گپایی که مثلا در افغانستان میشه که مثلا فرخنده صدها نفر سر شمله میکنه و این رت میکنن، کوئی از بخاطر از اینکه جامعه هنوز به میراج مدنیت نرسیده با کمال تاسف. این گپایی که مثلا ما یکی دیگر به خاطر عقاید سیاسی و اینا یکی دیگر دو میزنیم و فحش میگیم و خائن میگیم و این به خاطر از اینکه ما هنوز مدنی نشدیم. این مسائلی که مثلا یک پدر و یا مادر به عوضی که بر اولاد خود رحم داشته باشن، محبت کنن، به ناز و به خوبی همراهش صحبت کنن و اگر که اشتباه میکنن او را عصبی نشن، به خوبی کتش گپ بزنن، ما او را دو میزنیم و لط میکنیم و دروش کت سلی میزنیم و معلوم است که جامعه هنوز مدنی نشده. یعنی میبینین که شما میبینین که مدنی ساختن جامعه از خود ما شروع میشه که ما چطور میتونیم که با اولاد خود، با شوهر خود، با همسر خود، با همسایه خود، با عامر خود، با یک دوست خود، با یک دوکاندار که میریم سودا میخریم، اول میریم مثلا میریم که آجی سب یک دکاندار است مثلا بقالی داره، آجی سب السلام علیکم خوب هستین، خیریت است، صحت شما خوب است، میتونم که یک کمک واره از شما میوه بخرم طور مثال و پیسیش به حرمت برش در دستش میتین و دکاندار همچنان اگر یک چیز نمیداشته باشه طور مثال او را به حرمت به مشتری میگه، نه اینکه او را بیدر پیسه گرد بازار دراز معید ندارم. این معلوم است که ما جامعه ما هنوز جامعه مدنی نشده از نگاه منیجمنت مارکتینگ و منیجمنت بزنس و این گپا. و همیشه میشنوم که در افغانستان باز ادارات قطعا منیجمنت که امروز در جهان مروج است ندارن، مردم بی علاقه است یا ناوقت میان یا یک کار غرور مو کار ندارن. تمام از این گپا به خاطر است که ما هنوز مدنی نشدیم. این به خاطر نیست که او کارگر یا کارکن او یک آدم تنبل است یا یک آدم بی علاقه است یا یک آدم نادان است، نه، ما فقط مدنی وقتی که ما مدنی میشیم هر چیز جدی میگیریم، وقتی که ما مدنی میشیم با اخلاق زندگی میکنیم، وقتی که ما مدنی میشیم شکر میکنیم به کاری که داریم، وقتی که ما مدنی میشیم تمام رنگ و عطر زندگی ما تغییر میکنه. از این بخواد یگانه میگن که فلان آدم بسیار باسویه است، این به خاطر از این است که یک درس زیاد خوانده و این گپا در فرهنگ ما وقتی میگیم یک آدم باسویه است در اینجا اون مسئله درسش نیست یا قسم چه قسم لباس پوشیده یا این گپا نیست، یک آدم باسویه اوسته که یک زندگی مدنی داره، با اخلاق است، میفهمه که امرای خوردا چه قسم رویه کنه، امرای کلانا چه قسم رویه کنه، عقاید خود بدون ترس و وهم نوشته کنه و بگویه، امسایه خود چه قسم حرمت کنه، امرای کارکنانی که در یک دفتر کار میکنه چه قسم رویه داشته باشه، با محبت و یک کاری که میکنن ازشون تشکر کنه، سپاسگزاری کنه، برشون بفهمانه که ما مدیون شماستم که شما برای ما کمک میکنین و تعاون که در قرآن آمده و در متون دینی ما آمده، ما چطور میتونیم که همکاری کنیم امرای یک دیگه. این کلش کارهای مدنی است و امروز در منیجمنت بسیار زیادی موضوعات درس میتن، اما گپیست که ما اول میریم برای از این که جامعه وقت مدنی میشه که خانواده ما مدنی باشه. برای از این که قسم که بر شما تشریح کردم تمام چیزای مثبت خانواده به اجتماع میره و چیزای منفی خانواده به اجتماع میره.
از این خاطر است که ما مسلمان ها خواه یک زن و شوی هستیم تنها، خواه یک دو تا اولاد داریم یا سه تا اولاد داریم، ما باید که دسته ازی باشیم که چطور میتونیم که مدنی باشیم. در خانواده معلوم دار پدر رئیس خانواده است و مادر معاونش است. مادر چون قرآن میگه که زن لباس مرد است و مرد لباس زن است، زن در هیچ کدام کمی نداره که چون زن است باید که از شوهر خود کده کمتر باشه. و ما همیشه گفتیم نفقه هم در صورتی که زن کار نمیکنه، نفقه هم یک امتیاز نیست، یک مسئولیت مرد است. مثل که شما در دفتر میرین یک کار میکنین یک مسئولیت دارین، نفقه هم یک مسئولیت است، امتیاز نیست که شما برای یک شوهر هستین فکر کنین که از همسرتان یا زنتان کدام بلندی دارین. و از یک قرآن میگه که زن لباس مرد است، مرد لباس زن است. نگفته که تنها مردا لباس زن است، نگفته که تنها زنا لباس مرد است، اینا به همدیگه لباس هستن. پس چون که تمام مسائلی که در اجتماع مطرح میشه در خانواده مطرح میشه و تمام چیزی که در خانواده مطرح میشه در اجتماع مطرح میشه، پس ما چطور میتونیم که اول خانواده خود مدنی بسازیم؟ آیا مثلا شما که امیال امی تلویزیون هم ببینین، آیا شما همسرتان مساوی به خود میدانین؟ آیا شما به این آیت کریمه اعتقاد دارین که زن لباس مرد است، مرد لباس زن است؟ کردوشان هم مکمله هم دیگر میسازن؟ و اینا اردوشان باید همکاری کنن، اردوشان باید که به تفاهم برسن، امرهم شورا بینهم در مسائل مشوره کنن، یا ای که جاده یک طرفه باشه که هر چیزی که مرد گفت باید هم ترکویی کنن. این مدنی نیست که هر چیزی که مرد گفت باید هم کنن. یک مرد مؤمن، یک مرد مسلمان، ما مدنی ساختن از جامعه شروع میکنیم، ببخشید از خانواده شروع میکنیم. برای از اینکه خانواده واحد کوچک اجتماع است، یک مرد مؤمن، یک مرد مسلمان، چون مدینه، حالا دیگه مدینه است، ما از مدن صحبت میکنیم، تمدن صحبت، مدنیت صحبت میکنیم، با اخلاق میباشه و با همسر خود مساوی به خود میدانه، نه کمتر. و در پالوی ازو که مساوی به خود میدانه با همسر خود در امور مشوره میکنه، حتی در یک جای رفتن عادی مشوره میکنه. پس وقتی که اینا با محبت و احترام و حسن نظر با هم رابطه می داشته باشن، انعکاس از این در افراد خانواده است که اولادشان است. وقتی که مادر و پدر با یک روحیه سالم، فرهنگی، اخلاقی و مدنی با یکدیگر رابطه داشته باشن، انعکاس از این سر اولاد است. اگه اینا رابطهشان بسیار خراب می باشه که تمام روز زن دو بزنه یا تمام روز شوی دو بزنه، تمام روز یکی دیگر رو تنه بتن، کنایه بگوین، دیگر نتایج بسیار ناگوار داره. میتونه که اولادا، خصوصا در کشورهای غربی، اولادا از خانه با دست نجده فرار کنن. میتونه که اولادا در درسایشان بسیار پسمان شون. میتونه که رویات از اینا بشکنه و اینا هیچ وقت اما قسمه که باید ارزندام کنن ارزندام نکنن. وزی که اینا همیشه در وهم و ترس زندگی میکنن، اینال مادر من میزنن، اینال مادر من میزنن، اینال اینا جنگ میکنن، اینال اینا غال مغال میکنن. این حالت که غیر مدنی و غیر اخلاقی و غیر فرهنگی است، این سر اولاد یک تاثیر بسیار خراب داره و میتونه که اولاد جانی بسازه. یعنی بسیار مطالعات بسیار مطالعات بسیار عمیق در این مسائل در اروپا و امریکا صورت گرفته که چقدر رابطه زن و شوهر در مدنی ساختن خانواده که بالاخره انعکاس میکنه به جامعه یک تاثیر بارز داره. میریم به یک وقفه تجارتی سیوم، پس در خدمت شما هستیم. تشکر.
با سلام مجدد، ما فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از ایالات متحده امریکا در خدمت شما هستم و از همراهی شما تشکر میکنم و در قسمت اخیر برنامه هستیم، در دقیقه اخیر برنامه و مسئله مدنی ساختن جامعه است که از خانواده شروع میشه، بر از اینکه خانواده واحد کوچک اجتماع است. و همین شمایی که امروز در هرات که من از تلفن داشتم در مزار شریف که یک تکست برام کرده بودن، در هر شهر افغانستان که هستین شما این برنامه را میبینین و شما باید که از خود شروع کنین. همه ما، هیچ کدام ما پرفکت یا مکمل نیستیم، هیچ انسان پرفکت و مکمل نیست بجز از حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، که آیت الم نشرح لک صدرک و دعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک برش نازل میشه و سینه از او پاک میباشه از تمام آلودگی های بشری. لذا اولین کاری که برای مدنی ساختن جامعه، تنها قوانین نیست، بسیار کشورهاست که قوانین دارن، اما حتی در امریکا بسیار زیاد مردم هستن که مدنی نیستن، برعکس بسیار حتی وحشیستن و قانون کدشان معامله میکنه وقتی که از وحشت و دهشت کار میگرن. اما الحمدلله والمنه بر ما خداوند یک دین را عطا کرده که ما را اول نه تنها که مدنی میسازه، با اخلاق میسازه. از این خاطر است بیشتر براتون گفتم که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، فهمیدن که ما برای تکامل مکارم اخلاق آمدیم. پس تمام کارهای ما در زندگی روزمره، تمام کارهای ما باید به اساس اخلاق باشه. و چون جامعه مدنی میخوایم مدنی باشه، به اساس قانون باشه. یکی از مهمترین قوانین داخل خانواده مشوره است. امرهم شورا بینهم، قرآن میگه این مشوره تنها بر مردم امور سیاسی و در جامعه و یک کمپانی و ارگانیزیشن نیست، این در داخل خانم است که زن و شوهر چطور در تمام مسائل از مشوره کار میگیرن و نمیمانن که یک کس بیرونی در کارشون غرض بگیره، مثل خوشو و ننو و ایوار و اینا را اجازه نمیده که در کارشون غرض بگیره. یکی از دلایلی که خانواده پاشان میشه، نه تنها که خانواده مدنی نیست و اخلاق نیست و گپا را که براتون گفتم، در پلی از او دخالت دیگرا در امور یک خانواده است. بعضی وقتی یک مرد یک خانواده میسازه یا یک زن یک خانواده میسازه، یک زن خودتنها نمیدونه که برای یک آپارتمان کرا بگیره بگه یک خانواده، نه، او خانواده نمیشه، یک نفر در یک آپارتمان یک خانه زندگی کنه. پس یک مرد باید کتش باشه، یا یک مرد که یک آپارتمان میگیره و یک زن میکنه ازدواج میکنه، خانواده را میسازه، ولی که اولاد داشته باشن یا نداشته باشن. با مجرد که ازدواج و نکاح صورت میگیره و اینا در زیر یک سقف زندگی میکنن، خانواده تشکیل میشه. ادال اساس عمده خانواده اولش صله رحم است. قرآن میگه در سوره نساء والارحام، شما از خویشاوندان مبرید. و یک تفسیر دیگه چیز که شما همیشه با همدیگه صله رحم داشته باشین، محبت کنین. و در نفقه از طرف مرد، اول نان و غذا و لباس نیست، اولین نفقه بر زن محبت است. پس چطور شما میتونین که امرای همسرتان و زن امرای شوهرش اینا با محبت و احترام متقابل و محبت اینا با هم دیگه رابطه داشته باشن، سر یک دیگه اعتماد داشته باشن، در مسائل مشوره کنن. پس اول والارحام، صله رحم، محبت. دوم امرهم شورا بینهم، مشوره. و سیام تعاون، که همکاری کنن بر یکی دیگه. مثلا یک طفل یک مشکل می داشته باشه، شو نصف شو یک طفل، زن و شوهر باید همکاری کنن. این تنها کار مرد زن نیست، این کار زن و مرد است، و از اینکه اینا داخل خانه همکاری میکنن، مخصوصا که او خانمایی که امروز
مثل شاورایشون صبح کار میکنه. و ما در برنامه سجیه جانم که یکی دو هفته پیش برنامه را ما دعوت شده بودم پیش بردم، ما امی مسئله گفتم که امروز در جهان امروز تنها مادر نیست که در تربیت طفل یک نقش بارز بازی میکنه، این مادر و پدر است که تربیت طفل یک نقش بازی میکنه. پدر در جهان امروز دیگه تنها نفقه آورنده نیست، امی تچه که پدر به اولاد خود میکنه، این امی دنیای از معنویت است و دنیای از کرامت است و دنیای از توسعه و انکشاف انسانی است. ولی مطالعات نشان میده که مرد و زن در تربیه اولاد یک نقش بارز داره، تنها مادران ندارن. در امریکا یک مطالعات سابق برامده بود به نام فادرلس سوسایتی، یعنی که جامعه بی پدر. مقصد از جامعه بی پدر تنهایی نبود که پدر از مرده یا پدر نداره فیزیکلی، مقصد از جامعه بی پدر اوست که پدر تماس همراه اولاد خود هیچ نداره، همراه اولاد خود بازی نمیکنه، همراه اولاد خود صحبت نمیکنه. شام که از سر کار میان پرسا نمیکنه که بچیم چی کردی، در روز چطور بود، چی کار بود، یا همراه اولاد خود بره قدم بزنه یا بایسکل سواری کنه یا فوتبال کنه. این چیزا برای انکشاف و توسعه انسانی یک طفل فوق العاده عایز اهمیت است که اونم که مادر یک نقش داره، پدر هم یک نقش داره. پس امروز همه قدر فهمیدیم که جامعه مدنی از مدینه شروع میشه و جامعه مدنی به اساس مدنیت اسلام که او خداپرستی است و علم است و عدالت است، یا به چیز بگویم که علم و عبادت و عدالت، علم، عبادت و عدالت. و ای در مدینه ملومدار پایه‌ریزی شد توسط حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین. و به اساس اخلاق و کرامت انسانی است و به اساس فرهنگ اسلامی است که او فرهنگ عمدترین موضوعش عدالت است. اگر شما امروز در مقابل زنتان بی‌عدل هستین، اولادتان اموریات میگره و اولادتان که اموریات گرفت، او خودش در بیرو از عدل کار نمیگره. یعنی قسمه که گفتم، خانواده در اسلام عایز اهمیت بسیار بسیار زیاد است، بخاطر از اینکه اینمی خانواده اجتماع را میسازه. پس تمام چیزای خوبی که شما در خانواده میکنین، مثل مشوره و صله رحم و تعاون و همکاری و اینا مثل که گفتم به اولاد انتقال میکنه و اولاد یک اولاد سالم، یک اولادی که خودش همکاری میکنه که دیگران، یک اولادی که بردگاه محبت میکنه، یک اولاد برزی که چرا یک طفل در سن 10 ساله 9 ساله عصبی است؟ آلوخ عصبی به دنیا تولد نامده، گفته جان لاک فیلسوف انگلیس که اولادا بلانک سلیت، یعنی مثل یک تخته سفید داره تولد میشن، یک عصبی برمه برزی که در یک محیط عصبی کلان شده. تمام روز اگه جنگ باشه و دعوا باشه و قلمغال باشه و اینا، خب معلوم دار سر اولاد تاثیر میکنه. در هفته آینده متباقی مسائل خانواده را که به ارتباط مدنیت جامعه است با شما تشریح میکنم و ما امید میکنم که ما مسلمان های افغانستان آستاستا از خود شروع کنیم و در پالوی از این که مسائل اقتصادی جامعه افغانستان با پیش میره، ما بتانیم که چطور میدونیم که یک جامعه بدون تبعیض، بدون تعصب، بدون تنگ نظری و یک جامعه داشته باشیم که واقعا شایسته و شگوفان و که خانواده همیشه به خوشی و تراوت و زیبایی زندگی کنند. این بود برنامه امروز از تلویزیون آریانا
تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرید یونس، تشکر.